سلام برادر خاله عزیز، خوشحال هستم که امروزم بعد از 3 ماه میتونم کلام خدا رو موعظه کنم. چیزایی که خداوند توی این مدت ها که در زندگی ما انجام داده، و میخواستم همینطور تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان و همینطورم کسانی که توی خونه های هستن که توی این 3 ماهی که ما برحال کنار کشیدی بودیم و مهم بود برای ما. بعضی وقت احتیاج هست که سبت ها، یعنی کارهایی که ما مشغول هستیم و یا در حال خدمت هستیم یکم کنار میکشیم و دلایل مختلف هستن. فقط خیلی مهمه که اصلا کلن این زندگی تک تک شما هم که جا هستین که خدمت میکنیم به عیسی مسیح، یه زمانهایی باشه که بریم به حضور خداوند و اونجا خدا بتونه با شما صحبت کنه. به هر حال می‌خواستیم تشکر کنیم نسیم و من که تو این زمان‌ها در دعا برای ما بودین که دوباره زمانی که برمیگردیم یا مکاشفه‌های جدید به شما منتقل کنیم. و مطمئن هستم تو این زمان‌ها کلام خدا میگه کسانی که خدا رو جستجو میکنند هیچ موقع شرمنده نخواهند شد. به حال در این شاید هفته های آینده خدا بیشتر و بیشتر چیزایی که در زندگی ما کرده بتونیم اونجا بیان کنیم و همینطور موعظه کنیم که شما هم همینطور باعث برکت بشین. در کتاب انجیل یوحنا داستانی هست که میشنویم که چطور عیسی مسیح قبل از اینکه مصلوب بشه خودش رو بسپاره برای شاگردانش رو جمع کرده بود و اونجا در یوحنا باب 13 آیه 36 و 37 رو میخونم که اینجا نوشته شده: شمعون پتروس به وی گفت ای آقا کجا میروی؟ عیسی جواب داد جایی که میروم الان نمیتوانی از عقب من بیایی یا مرا پیروی کنی، ولیکن در آخر از عقب من خواهی آمد، یعنی مرا پیروی خواهی کرد. پتروس بدو گفت ای آقا برای چه الان نمیتوانم از عقب تو بیام؟ جان خود را در راه تو خواهم نهاد. حالا ما میبینیم که زمانی که عیسی مسیح خدمت خودش شروع کرد به شاگردانش دائما میگفته که بیایی منو پیروی کنید، بیایی منو پیروی کنید. الان میبینیم در یه جایی قرار گرفتن که الان میتونی بگی که نه، الان نمیتونی پیروی کنی. یه چیزایی هست که باید اتفاق بیفته و با این حالی که الان هستین هیچ موقع نمیتونه، هیچ کسی نمیتونه منو پیروی کنه. فقط اینجا نگفته که دیگه تمام شد راه، بلکه یک روزی خواهد آمد، چیزای اتفاق خواهد افتاد، بعد از این تو منو پیروی خواهی کرد. و تو این 3 سال خیلی چیز میگم که عجیبی اینطوری بگم نبود که عیسی مسیح رو پیروی بکنیم. عیسی مسیح ظاهرا ایشان او رو میدیدن و همینطورم، یعنی یه چیز میگم مربوز یا اسرار آمیز نبود. خیلی نرمال بود که عیسی مسیح رو خیلی راحت میتونن پیروی کنن. همه چیزی رو کنترل عیسی مسیح بود. و الان زمانی که خداوند اینجا میگه که الان نمیتونی، پس یه اتفاقاتی خواهد بیفته در زندگی تو و در زندگی شاگردان، همینطور هم در زندگی تک تک ما باید اینجا بیفته. پتروس خودش تو این زمانهایی که خودش انکار کرد، یعنی به یه جایی رسید، به یه محلی رسید که واقعا عیسی مسیح رو انکار کرد، دروغ گفت. یعنی هر چقدر فکرش، انگیزش درست بود، فقط این قدرتی، این غیرتی، این حیاتی که باید می‌داشت نداشت که بتونه این راه رو ادامه بده. پتروس به آخر خودش رسیده بود، دیگه اعتماد به نفس نداشت، دیگه نمیتوانست به خودش اعتماد کنه. تمام حکمت او، تجربه هایی که داشته، قدرتی که داشته، دانشی داشته، علمی داشته، همه چی به پایان رسید. دیگه واقعا به یک ورشکستگی رسید که دیگه حتی با برای اون جایی که 3 سال و نیم با عیسی مسیح پیروی کرد، آخر انکارش کرد.
فقط جالبش اینه که در یوحنا باب 20 بعد از این آیه 22 اینجا میگه که چنان که پدر مرا عیسی مسیح زمانی که از مردگان برخاست اینجا گفته که سلام بر شما، چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. و چون این رو گفت دمید و به ایشان گفت روح القدس رو دریابید. الان میبینیم که زمانی که عیسی مسیح از مردگان برخاسته یه اتفاقی افتاده و اینجاست که عیسی مسیح اینجا به شاگردانش همین به پتروس هم میگه که ببین الان همینطور که پدر مرا فرستاد الان من شما رو میفرستم. الان اونجا میبینیم که یه اتفاقی افتاده که پتروس و شاگردان الان این آمادگی رو داشتن او رو پیروی کنن. چرا؟ چون خداوند دمید و گفته دریابین روح القدس رو، یعنی یه چیزایی که باید به دست می آوردن. الان مخصوصا که ما هفته آیندم روز پنتیکاست هم هست و این در این روزهایی که ما زندگی می کنیم روزهای خیلی مهمی است که روح خدا می خواد در این قسمت ها در زندگی ما دخالت کنه، را هدایت کنه و خیلی به اندازه کافی ما موعظه هایی شنیدیم که روح القدس باید بیاد، ما قدرت باید بگیریم و همینطور هم پیروان یا شاهدان مسیح باید باشیم. همه چی درسته و امیدوار هستم در این روزهای هم خودتون آماده کنین که هفته آینده هم که ما اینجا جمع میشیم نسیم اینجا موعظه خواهد کرد در مورد همون پنتیکاست، در مورد روح القدس صحبت خواهد کرد، چطور روح القدس کارش اینه که ما رو تبدیل کنه نه فقط قدرت ببخشه. فقط خیلی مهمه که الان برای ما یک مطلب رو بتونیم درست بفهمیم. معمولا ما زمانی که در مورد روح القدس فکر میکنیم یا تعلیمای شنیدیم که تعلیمای درست هم هست، ما فکر میکنیم الان روح القدس میاد من فقط قدرت میگیرم و آمادگی میشم و همینطورم تبدیلم میشم، همه چی درستم هست، تبدیل میشم و همینطورم میتونم خدمت یا کارهایی که خداوند میخواد انجام بده خدمتهایی هست که بتونم اونجا انجام بدم. این تمام چیزهایی هست که درسته. بعد یه چیز خیلی خیلی مهمتر من فکر میکنم که عیسی مسیح اینجا آمده نه فقط به وسیله او بتونیم کارهای انجام بدیم، بلکه اینجا هدف روح القدس اینه که زمانی که وارد زندگی ما بشه اینه که خود عیسی مسیح رو، اون خدای پدر رو در زندگی ما مکاشفه بشه، یا میتونم بگم خود افشایی کنه خودش رو، خودش رو معرفی کنه. یعنی کار روح القدس اینه که پدر رو یا عیسی مسیح رو به ما معرفی کنه، نزدیک بشه که ما با او آشنا بشیم. نمیدونم چقدر در این قسمت ها فکر کردین، معمولا زمانی که روح القدس در مورد روح القدس صحبت میکنیم میگیم که آتش روح القدس بیاد، قدرت بیاد، بس دائما در حال مثل این که یک چیزایی باید انجام بشه در ما برای خدمت، برای یک کار کردن. فقط اصل آمدن روح القدس به جز از این، اولین و مهمترین چیزی که الان هست این خود افشایی خود خداست که خود به وسیله روح القدس خدا خودش رو به ما معرفی کنه، نشون بده، ما بتونیم در روح با او آشنا بشیم. این آشنایی خداست که زندگی ما رو تبدیل میکنه. فقط روح القدس نیست که آتش بیاد، قدرت بگیریم، فقط بریم اونجا کار کنیم. خیلی خیلی فکر میکنم تو این چند مدتی هم که تجربه هایی که کردم اینه که آرزوی خدا خود افشایی خودش رو به ماست به وسیله روح القدس. زیباترین، پرشکوفترین چیزی هست که یک انسان میتونه به دست بیاره، شناخت خدا به وسیله تجربه. یه چیزی هست که بعضی وقت خودمونو آگاه نیستیم، یعنی جان ما، نفس ما تشنه دیدن، آشنا شدن خداست،
به وسیله روح، روح القدس. منظور این نیست که الان عیسی مسیح خودش هم اینجا بیاد خودش رو نشون بده، ما شاید اینجا روی زانو بیافتیم و شروع کنیم پرستش کردن. یه چیزی هست که ما دوست داریم ببینیم، فقط یه چیزی هم عمیق‌تره که زمانی که روح خدا به طور معجزه آزا خودشو معرفی میکنه، یه کلامی هست که نمیتونی توضیح بدی، نمیتونی تعریف کنی که چه خدایی هست. یه چیزی میتونم بگم واقعا مافوق طبیعی، خیلی عمیق‌تر یا خیلی بزرگتر از فکرهای ما. هدف پس روح القدس اینه که بیاد و خدا رو به ما مکاشفه کنه، اون خدای خالق، اون خدایی که عاشقانه ما رو دوست داره. به این خاطر باید، یعنی هدف روح القدس اینه که جز از این که به ما قدرت میده، جز از این که به ما شفا میده، جز از این که به ما آرامش میده، این تمام چیزایی هست که خدا همینطور کنار هم به ما چیزها رو به ما میبخشه، فقط هدف روح القدس اینه که، کار روح القدس اینه که فضایی برای ما آماده کنه که تو این فضا که هیچ کسی نباشه جز از خود خدا، و خدا بیاد اونجا خودشو خود افشایی، یعنی خودشو آشکار کنه. و برای این فضا آماده کردن خدا روش‌های مختلفی داره، و امروز می‌خوایم به هر حال سعی کنیم ببینیم که الان نمی‌دونم در کدوم قسمت‌هایی هستی که شما زندگی می‌کنید، دنبال چه چیزایی هستین. بعضی وقت هست که ما اصلاً دعاهایی که می‌کنیم و آرزوهایی داریم و می‌گیم که مثلا خداوند خواهش می‌کنم بیا خودت رو آشکار کن، یا خداوند می‌خوام بیشتر با تو آشنا بشم. فقط ما هیچ تصویری نداریم چطور خدا خواهد کرد این کارو. خدا روش‌های خودشو داره. خدا اینطوری نیست که فقط میاد اینجا در خواب و همینطور در رویا نبوت اینطوری به تو نشون میده. این چیزایی هستن که کنار هم میاد که تشویق کنه، بنا کنه. فقط خدا دائما در حال آماده کردن یک فضاست که تو این فضا ما رو تنها با خودش بذاره و بعد از این بیاد اینجا خودش رو آشکار کنه. چرا؟ چون ما خیلی مشغول خیلی کارهایی هستیم، خیلی فکرهایی هستیم، حتی مخصوصاً این که ما خیلی روحانی هستیم، روحانی منظور من در حال خدمت هستیم، اونقدر مشغول کارهایی هستیم که اصلاً به خدا این اجازه رو نمیدیم، هرچقدر هم او رو جستجو میکنیم و میخواییم که نزدیکتر بشه و نزدیکتر بشه به ما. اینو امیدوار هستم آخر برای ما روشن بشه. یه فضایی درست میکنه و توی این فضا اول قبل از اینکه خود خدا بتونه خودش آشکار کنه، اول باید خدا ما رو به شناخت خودمون برسونه. نمیدونم توی زندگیتون چیزایی هست، زمانهایی بود که احساس تنهایی میکردین، احساس ترک شدگی میکردین، احساسی میکردین همه تو رو از آن رها کردن، ناعدالتی شده در زندگی تو، فشارهای زیادی روی زندگی تو آمده، دعا کردی و اصلا احساس میکنی اصلا خدا تو رو نشنیده و نمیشنوه، یک هفته، دو هفته، سه هفته، یک ماه، دو ماه، سه ماه. و چون ما با روش‌های خدا آشنایی نداریم، به این خاطر ما اونجا شک می‌کنیم و شروع می‌کنیم به سوال کردن آیا خدا هست، نیست، کجا هست. و مخصوصاً در این زمان هم که اشتباهاتی هم می‌کنین، فکر می‌کنین الان خدا الان یه جوری غر کرده، خودش رو کنار کشیده. فقط ما باید اینطوری نگاه کنیم که زمانی که خدا خودش نوره، قدوسه، و زمانی که خدا می‌خواد برای تو یه چیزایی انجام میده، بدون نزدیک شدن میتونه این کارا رو انجام بده. خدا فرشته های خودشو داره، میفرسه، مشکلایی که دارین حل میکنه، مشکلی نمیدونم
خانوادگی داری، مشکل نمیدونم پاس دارین، هزار تا مشکل هایی هست. خدا این چیزا رو انجام میده بدون اینکه خودش بخواد نزدیک بشه. فقط زمانی که به یه جایی میرسیم که خدا میخواد خودش آشکار کنه، نزدیک بشه، پس باید چیزایی که در ماست که مخالف این روح هست یا تاریکی در ماست، اینو باید روشن بکنه. زمانی که اینجا فضای خالی خدا درست آماده میکنه، یک اتاقی هست تقریبا که فقط و فقط تو رو اونجا میذاره و میگه که الان اینجا میخوام با تو ملاقات داشته باشم. و این فضای خالی معمولا ما فرار میکنیم از این فضاها. ما دوست داریم بیشتر مشارکت داشته باشیم، بیشتر کمک، بیشتر مشورت، دائما رابطه هایی داشته باشیم. فقط بعضی وقت خدا اجازه میده در زندگی تو و مشکلایی به وجود میاره که میتونم بگم دست پای خودتو از دست بدی دیگه، هیچ چیزی برای تو نمونه. مثل یه ورشکستگی پتروس داشت. پتروس اون موقع به چه چیزی آشنا شد؟ به شناخت خودش رسید. قرار نمیدم در اون شبی که انکار کرد، کلام خدا میره گفته که رفته اونجا زارزار گریه کرد. حالا نمیدم تو این سه روز چه درد و بزرگی کشید. و اینجا میبینیم که فضای خالی به ما نشان میدهد که چه کسانی هستیم، چه فکری میکنیم، به چه ایمان داریم. اونجا ایمان ما مشخص میشه، به چه چیزی ایمان داشتین تو. فضای خالی نشون میده احساسات اشتباه ما، چه هدفهای خودخواهانه ما داریم، انگیزه های واقعی ما. خیلی چیزای اینجا مشخص میشه. زمانی که یه روزی میگفتی که خدا میخوام تو رو پیروی کنم و تو اولین هستی در زندگی ما، تو این زمانی که فضای خالی به وجود میاد، یهو نگاه میکنی اصلا دنبالش نبودی. این یک به هر حال یک چیزایی هست که از کتاب مقدس یاد گرفتی، واعظین آمدن گفتن و تو هم این چیزا رو برداشتی، گفتی یا باشه من دنبال این چیز باید باشه. فقط تو قلب خودت اصلا دنبال این چیزایی نبودی. امروز هم توی پرستش هم اینطور، قبل از اینکه این سرود رو بخونیم گفتم که این سروده که همچون آهو تشنه آب هاست، منم تشنه تو هستم. بعضی وقتی این سرود رو هم همینطور میخونیم، نه؟ فقط الان میخونیم، فقط اصلا تشنه خدا نیستیم، چون هنوز اون عظمت، زیبایی، شکوه، جلال خدا رو نچشیدیم. شاید قسمت هایی چشیدیم، فقط فراموش کردیم. و چقدر آرزوی خداست، چون ما رو، قلب ما رو، نفس ما رو میدونه که نفس ما فی الحقیقی آرزوی اینه که خودش رو آشکار کنه به ما. جان ما تازه و روح ما تازه زنده خواهد شد. اونجا واقعا زمانی که میگیم دوستت دارم، دیگه با تمام وجودت میگی دوستت دارم. بندازن تو زندان، بتونن تو شکنجه بدن، تو فقط میگی دوستت دارم. یعنی یه چیزی دریافت کردی که مثل اینکه آسمون رو در قلبت قرار دادی. یه چیزی مافوق و طبیعی هست، چون ما روبرو خدا شدیم و شناخت خدا شدیم و محبت عظیمی که هیچ کلامی وجود نداره که بتونیم توضیح بدیم. یه چیزی هست که دهنت بسته میشه، فقط میتونی بگی که دریافت کنی لذت‌های بسیار در حضور خداست. و این چیزهایی هست که خدا میخواد به ما نشون بده، مکاشفه کنه. به این خاطر این فضا رو آماده میکنه و همه چی رو از تو بیرون میاره که تک تک و لخت لخت اونجا باشی. و اونجا خداوند میگه که منتظر من باش. و اینجا سخت‌ترین چیزی که ما در ما وجود داره منتظر خدا باشیم، چون صبری نداریم، چون بلافاصله میخوایم جواب بشنویم. منتظر خدا باش، خدا میگه. و اونجا فی الحقیقی اونجا مشکلایی
یا چیزایی که الان هست، طبیعت کهنه ما مثل پتروس که گفته که من هیچ موقع تو رو تنها نمیذارم، من هستم، روی من میتونی حساب کنی. و اینجاست که زمانی که خدا ما رو توی یه فضای خالی میذاره، ما معمولاً اصلا اطلاعی نداریم چرا من باید توی این فضای خالی باشم، چرا باید همه چیز برحال از من ورداشته بشه. خداست میدونه که وابستگی های تو رو، خدا میدونه که چقدر خدا ترسی نداره، یعنی انسان ترسی در توست. خدا میدونه چه حسادت هایی در تو قرار گرفته، یا غروری در تو هست، کل شقی در تو هست. خدا میدونه که چه دوستایی در زندگی تو هستن که تو رو از مسیح دور میکنن. خدا میدونه که شهوت های زندگی تو، یا همونطور پول دوستی تو، طمع، تمام چیزها رو خدا میدونه. همینطور وابستگی های چیزهایی هم که میتونی داشته باشی، این تمام تاریکی هایی هستن که ما رو فرو گرفتن. متوجه هستین؟ ما توی با این وابستگی ها، با این که قلب خودمون رو چسبیدیم به چند تا چیزهای مختلف که از این نفس، از نفس کنه، از انسانیت کنه، از این تمام تاریکی ها هستن که ما رو فرو گرفتن. و این تاریکی های هستن که ما اطلاعی نداریم از اون. ما فکر میکنم همه چی عالیه. اوکی، من در این قسمت ها یه مشکلی دارم، در این قسمت یه مشکلی دارم. بعد اینطوری نگاه میکنیم. بعد خدا میدونه که چقدر ما خرابیم. چه ظلمتی دور ما قرار گرفته و ما اطلاعی نداریم. و فقط خدا با عشقش، با محبتش، با این انسان دوستی خودش و همینطور هم آرزوی این که خودشو به ما مکاشفه کنه نزدیک میشه. خدا چیه؟ خدا نور است، هیچ تاریکی درونش نیست. زمانی که نور وارد میشه در زندگی تو، و اینا فقط زمانی هست که خدا یه فضایی درست میکنه، تمام تاریکی های ما روشن میشه. تمام فکرای اشتباه، تمام احساسات ما، انگیزه های ما. و فعلاقی زمانی که در این حالی میافتیم، از خودمون بدمون میاد. دوست نداریم خودمون رو اینطوری ببینیم. و اون زمان سعی میکنیم کمک از جاهای دیگه بگیریم که خودمون رو ارضا کنیم. خدا میذاره توی یک فضا و تو فرار میکنی، کمک میخوای، از یه جایی میخوای مشغول بشی یا کارهای انجام بدی، چیزهای انجام بدی که مبادا تو این فضا بمونی. نمیخوای، ما دوست نداریم خودمون رو ببینیم. فقط خدا با عشقش، با محبتش، با صبرش منتظره. منتظر این که تو منتظر او باشی، صبر کنی، منتظر باشی. و اونجاست که خدا میاد در زمان خودش، در مکان خودش. نمیتونی برنامه ریزی کنی. و هر چقدر نزدیکتر میاد، وضع خودت بدتر میشه. حکمت خودت میاد به صفر. تمام آرزوهایی که داشتی، تمام چیزهایی که برای تو ساختی، ساختمونی که برای تو ساختی، دیدی که بومیده، خرابه. تمام علمی که به دست آوردی به پایان میاد. میبینی که هیچ حیاتی توش نیست. معمولا این امیدوار هستم
این پیام نمیخوام برای شما شوکه بشه، بلکه باعث بشه که واقعا بدونی زمانی که در این حالهایی که خدا فضایی که درست میکنه تو رو میندازه، بدونین که خدا در حال آماده کردن توست که خودشو افشا کنه. و بدون که نفس تو داد میکشه که او رو بشناسه، این نور رو دریافت کنه، این گرمی خدا رو دریافت کنه. و این یک راهی هست که تو هیچ کنترلی توش نداری عزیزان. نمیتونی برنامه‌ریزی کنی، نمیتونی خودتو اینطوری آماده کنی ببینی که الان من چطور میتونم با خدا ملاقات داشته باشم. این نمیتونی. تو فقط میتونی دعا کنی و صبر کنی، دعا کنی، آرزو داشته باشی و منتظر او باشی. او خواهد آمد، طوری خواهد آمد که هیچ موقع فکر نکردین، طوری عمل خواهد کرد که اصلا نمیتونیستی در موردش فکر کنی. تنها چیزی که کسانی که یاد گرفتن اینه که در این فضای تاریکی با ایمان، با اعتماد و صبر کردن و منتظر شدن خودتو آماده سازی که او خواهد آمد. نمیدونم چطور، و این کار موفق و طبیعی خداست. کم و پیش ما این تجربه رو داشتیم تو زندگیمون، و هر مکاشفه خدا، خود افشایی خداست که زندگی ما رو عوض میکنه، دیده درستی از خداوند میده. متوجه هستین؟ هر مکاشفه خدا، و توی این مکاشفه معمولاً اول قبل از مکاشفه سختی ها میان، روش ها اینطوری هستن. بعضی وقت هست که خدا میاد یک جلالی نشون میده، جرقی نشون میده، فقط این تبدیل شدن یعنی مکاشفه خدا رو به دست آوردنه. یه چیزی که مافوق طبیعیه، ما روبروی خدا شدیم، خدا هستیم، به این خاطر باید اینطوری نگاه کنیم که هر نوری که زندگی تو میشه وارد میشه، نوری که از خداست، روشن میکنه، عوض میکنه ما رو، دید ما رو، فکر ما رو. زمانی که ایوب رو نگاه میکنیم، مرد خدا بود و از خدا هم اطلاع داشت، و اینجا میبینیم که خدا اجازه داده این بلایی روی سرش بیاد. تقریبا میتونم این فضا بود، این فضایی که خدا با آماده کرده بود. آخرش به اون باب 37-38 رو میرسه، اونجا نگفته که الان ایمان من قوی شد در مورد خدا، بلکه اینجا چه چیزی میگه؟ میگه که چشم من تو را دید. به این خاطر غلط کردم دیگه صحبت کنم. اونجا دیگه واقعا به یه جای رسیده که ایوب خاموش شد، چون او رو دید. الان او رو چطور دید؟ در روح دید؟ اینو نمیدونم. بعد از این میبینیم که این روش های خداست. به هر حال دیگه میبینیم که چقدر 7 برابر فکر میکنم زیادتر برکت ها روی زندگیشون آمد. چیزهایی که به هر حال خانواده بود و نمیدونم چیز ثروت بود، و همون با این همون روش هایی هست که خدا با ما رفتار میکنه. تاریکی یا تو این فضا تنها چیزی که ما میتونیم انجام بدیم و باید یاد بگیریم عزیزان، تنها کاری که میتونیم اینجا انجام بدیم که منتظر خدا باشی.
دستای پاهای خودت بال نزنی و شروع کنی از همه جا کمک بخوای، ببینی که چه چیزایی هست. اوکی درسته، بعضی وقت احتیاج به مشورت داریم زمانی که اونجا توی فضاهایی میافتیم. شاید تو این زمانهای آخر خدا بیشتر و بیشتر عمیق‌تر خودش رو میخواد آشکار کنه، یا چون خدا در حال اینه که عروس خودش آماده کنه، عروسی که واقعا میتونم بگم در روح یک ملاقاتی صمیمانه با دامادش داشتن و فهمیدن محبت چیه، فهمیدن آگاپه چیه، فهمیدن سرسپردگی چیه. من تو این چند مدت فقط یه چیزی که برای من نه باز شد اینطوری بگم که الان فهمیدم، یکی چیزی که تجربه کردم اینه که فهمیدم سرسپردگی از دید خدا، تسلیم شدن یعنی چیه. من میتونم بگم 34 سال من زندگی میکنم با عیسی مسیح و چیزی که دریافت کردم دیدم که مثل این که تمام 34 سال با خدا بازی کردم. یه چیز فوق‌العاده عظیمه که اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. یه چیزی هست که تو رو آروم میکنه. تو میتونی بشینی، میدونی که هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. مهمترین چیز در این زمان و زمانی که خدا شاید در این چیزایی الان تو قرار گرفتی، نمیدونم در کدوم فضا قرار گرفتی، مهمترین چیز اینه که زمانی که اتفاقاتی تو زندگی تو میفته که تو اصلا در موردش فکر نکردی، بال نزن. چرا دنبال این راه هر رو برو، بلکه کنار بکش و میتونی از خدا بپرسی باید خداوند نمیدونم چرا چه اتفاقی افتاده، چرا این بلا روی سر من آمده، یا چرا این اتفاقی چیزی اتفاق افتاده، نمیدونم، الان کنار میکشم، منتظر تو هستم، تو یا به من نشون بده. سعی نکن بفهمی، نخواهی فهمید، به تو هم نخواهد گفت. اگه به تو بگه خدا چه کاری میخواد با تو انجام بده، هیچ موقع دنبالش نخواهی رفت. به شما قول میدم 100% منم نه. برای من اینطوری بود، اینطوری تصویر اینطوریه. یک جنگلی هست، پشت اون جنگل یه آفتاب، درخشش، ساحل، دریا، زیبایی. فقط جلوی من یا وسط من و این دریا یه جنگلی هست و این جنگل پر از شیر، پر از مار، پر از عقاب ها، نمیدونم، حیوان های وحشی همه جا قرار گرفتن. این فقط یه تصویری هست که من دارم و خدا میگه که من میخوام تو رو در اون پایان برسونم که اونجا واقعا لذت ببری. زمانی که خود چشم منو باز کنه نشون بده، من هیچ موقع نخواهم رفت. من از یک سگ حتی میترسم. الان برو اونجا، شیرهای وحشی و نمیدونم مارهای کبرا اونجا هستن که نگاه میکنن با صداهای خودشونو. خدا چه کاری میکنه؟ خدا منو کور میکنه و شروع میکنه به هدایت کردن. و زمانی که هدایت میکنه میره، من صداها رو میشنوم، خطر رو میشنوم، حمله ها رو میشنوم. فقط خداست که باید چشم منو ببنده که اون طرف رو ببره. زمان اون طرف رفته باز میکنه، اون موقع نگاه میکنم میگم خدا من شکرت میکنم برای این راهی که برای با من رفتی. من نمیدونستم کجا هستم، عقل من نمیتونست فکر کنه، تمام کتاب مقدس هم که خوندم به درد نخورد، چون یک راهی هست که فقط و فقط روح خداست که میتونه ما رو هدایت کنه. احتیاج به کمکم ندارم. انسان چه کار، چه کمکی، چه کسی میتونه بفهمه کجا هستم؟
چه کسی میتونه از تاریکی های منو اطلاع داشته باشه جز از خدا؟ و بعضی وقت ما اینطوری مثل دوستای ایوب هستیم و شروع میکنیم به تشویق کردن، نه اینطوری باید، من شاید این مشکلی داره، شاید اون مشکلی داره، شاید خدا میخواد این کار رو بکنه، نبوت ها پشت نبوت ها. فقط خدا میگه که هی سکوت کن، منتظر من باش، من تو رو هدایت میکنم. اینجاست که روح القدسه که مسئولیت من رو گرفته و هدایت میکنه که خدا رو ببینم. چیزی که باید یاد بگیریم عزیزان، مخصوصا در این زمان، منتظر خدا بتونیم بشیم. در اشعای نبی باب 55 آیه 8 و 9 اینا که زوویزو ما آشنا هستیم، زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست، بابا ویل کن، خودتو خسته میکنی، علی چرا، به چه دلیل، چرا این اتفاق افتاد، چرا اونطوری با چرا بود، این چراها چرا. ببین تو نمیفهمی، چون افکار من افکار تو نیست، طریق های شما طریق های من نه، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریق های من از طریق های شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. ما نمیتونیم بفهمیم. تنها کاری که میتونیم انجام بدیم تسلیم باشیم، و در این تسلیم شدن خدا آماده میکنه که او رو بتونیم ببینیم. و در این تسلیم شدن دردهایی هست، فقط این دردها دردهایی نیست که تو رو از بین میبرن، دردهایی هستن که تو رو خاموش میکنن که آخر تسلیم مطلق بشی، که اونجا خدا بتونه اینجا وارد زندگی تو بشه، خودش آشکار کنه. در مزامیر باب 25 آیه 3 تا 5 جا میگه که بله، هر که انتظار تو میکشد خجل نخواهد شد. این آیه وردارید، زمانی که تو این تاریکی قرار گرفتین، زمانی که تو این فضایی که خدا آماده کرده، نه فضای گناهی که الان رفتین الان تو گناه زندگی میکنیم، یه خدا فضای آماده کرده، منظور اینه که واقعا تو دنبال این هستی و میخوای با خدا آشنا بشی، میخوای قدمایی که برمیداری، زمانی که خدا نگاه میکنه اصلا دنبال خودش نیستی، هیچ کاری نمیتونه برات تو انجام بده. فقط معمولا ما اینجا جمع میشیم و شروع میکنیم خدا دوستت دارم، میخوام تو رو با تو آشنا بشم، و برای کلام خدا رو میخونیم و خدا سعی میکنه دیگه همه چی رو انجام بده. بعضی وقت خدا 3 سال 4 سال طول میکشه تا یه فضای آماده کنه. فکر نکنید که الان خدا شروع میکنه مثلا امروز فضای آماده کردن، یک فضایی شاید 3 سال 4 سال آماده کنه و توش فقط زندگی میکنی. ابراهیم رو میشناسی؟ نه. ابراهیم هم زندگی داشت، اونجا هم نوشتم که به ایمان ابراهیم چون خوانده شد اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که میبایست به میراث یابد. پس بیرون آمده و نمیدانست به کجا میرود. فقط او ورداشت و تو این زمان خدا این مکانا رو درست کرده بود آخر به اسحاق برسه، به این قربانی که اونجا انجام داد. این فضاها رو آماده کرد که یک روز ابراهیم این آمادگی رو داشته باشه که این کاری که پدر آسمانی با عیسی مسیح کرده، ابراهیم با پسر خودش انجام بده، که یک نمونه بود که باید در این دنیا به وسیله یک انسان اتفاق بیفته که خدا بتونه فرزند خودش رو بفرسته. پس مزمور 25 اینجا میگه که بلی، هر کی انتظار تو میکشد خجل نخواهد شد. آنانی که به سبب میکروفون پیش توست، میتونی به نسیم بگی یا خودت میتونی بخونی، اینجا اشتباهاتی میکنم. بلی، هر کی انتظار تو میکشد خجل نخواهد شد. آنانی که به سبب خیانت میکنند خجل خواهند گردید. ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بودم. یا یه کسی بود که تو این فضا قرار گرفته، یا و اینجا خدا وعده میده یه کسی، کسانی که منتظر من باشن خجل نخواهند کشید. یعنی خدا میدونه در این زمانی که تو باید صبر کنی، که اونجا آخر میگه که تمامی روز منتظر تو بودم،
و اینجا قول به تو میده و منم میتونم واقعا به شما بگم خدا هیچ موقع ما رو انتوش نخواهد کرد. یعنی واقعا زمانی که ما رو تو فضا قرار میده، پس مطمئن باشین که خدا یک کاری با تو داره، بزرگترین و زیباترین کار. معمولا من اینطوری بودم، میگفتم میرفتم حضور خدا رو جستجو میکردم، میرفتم اونجا بگم خداوند به من قدرت بده که بتونم زمانی که برمیگردم بتونم بهتر به تو خدمت کنم. برای میتونم بگم چیز روحانیه نه، چیز خوبیه نه. معمولا اینطوری. الان متوجه شدم، میتونم بگم چقدر بچگانه اینطوری فکر میکردم. میرم پیش خداوند که بتونم بهتر خدمت کنم. چیز خوبیه، درست درسته، فقط یه چیزی خیلی عمیق‌تر، خیلی مهمترم هست که اونجا چهره تو رو ببینم، با تو آشنا بشم. این اتوماتیک همه فضا رو آماده میکنه برای خدمت، برای رابطه و همه چیزایی که در زندگیمون اتفاق میافته. در مزمور 37 آیه 7 و همینطورم 34 اینجا میگه نزد خداوند چی؟ نزد خداوند چی؟ ساکت شو و منتظر او باش و شخص نسیم میتونی بخونیم. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. یا ای جان من، چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خداوند امید دار، زیرا که او را باز حمد خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است. آمین. پس اینجا میگه نزد خدا، زمانی که خدا این فضا رو آماده میکنه، زمانی که اتفاقاتی تو زندگی تو میافته، بدون که پشتش خداست که خدا میخواد یک درسایی به تو یاد بده. نه درسای اشتباه، خود تو رو میخواد آماده کنه برای ملاقات و خود افشایی خودش. بعضی وقت هست که به هر حال اتفاقاتی یه ناعدالتی در زندگی تو میاد، یک جریمه میاد، یک نمیدونم اتفاقاتی مختلف وجود داره که یهو شوکه وارد میشه. معمولا ما اینجا چه کاری میکنیم؟ شروع میکنیم به عکس العمل کردن. فقط اینجاست که خداوند میگه که اتفاقاتی که میفته کنار بکش. اوکی، میتونی با شبانت اینجا در میون بذاری، بگی الان این اتفاق افتاد که نمیدونم چرا اتفاق افتاد و اون به هر حال شبانت یا اون رهبرت که واقعا از این طریقای خدا آگاه هست میتونه بگه که الان برای من فکر میکنم شاید صبر کنی، شاید الان شاید یه قدمایی برداری، الان ببینیم کجا قرار گرفتی. بعد مهمترین اینه که ساکت بشی، بگی خداوند چرا اجازه دادی اتفاق بیفته؟ چی هست؟ چه چیزایی در من هست؟ چه قدمایی باید بردارم؟ کجاست که باید اصلا هیچ کاری نکنم؟ کجاست که باید منتظر تو باشم؟ مشورت خوبه که مثلا بریم پیش شبانت یا رهبرت و بپرسی الان اتفاق افتاد. و بعضی وقت هست که به هر حال جوابی نیست. باید مطمئن باش اگه واقعا در حال این هستی خدا رو بشناسی و دنبال عیسی مسیح بگردی، بدون که خدا تو رو آماده میکنه برای یک ملاقات. اکثریت میتونم بگم که با درده، چون زمانی که نور میخواد وارد زندگی تو بشه، ظلمت باید آشکار بشه، تو باید به شناخت خودت برسی، ورشکستی برسی. بعد از این خدا میاد خودش رو ظاهر میکنه و اون موقع هست که همینطور که به پتروس گفت الان نمیتونی، با این حال نمیتونی. انگیزه تو درسته، هدف درسته، فقط اون حیاتی که در توست هیچ موقع
نمیتونی منو پیروی کنی، فقط یک روز این کارو خواهی کرد. ای جان من چرا منهجی شده و چرا در من پریشان گشتی؟ بر خداوند امید دار یا منتظر او باش، زیرا که او را باز حمد خواهم گفت که نجات روح من و خدای من هست. این آرزوی من عزیزان، من خودم تو این چند مدت این تجربه هایی که کردم که واقعا میتونم بگم اصلا نمیتونم درست به زبون بیارم، یعنی یه چیزایی هست که اگه نچشیده باشی نمیتونی توضیح بدی. فقط میتونم بگم که این زیباترین، پرشکوفترین کلامی وجود نداره، اون خدا تو رو آماده میکنه که خودش رو به تو افشا کنه، آشکار کنه. و یک عشقی هست که هیچ موقع نمیتونی تصور کنی. در خود پولس هم اینجا میگه هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی ندیده چیزایی که خداوند برای ما آماده کرده. این قسمتی هست که در اشعای نبی باب 64 نوشته. سینا میتونید چند تا بعده جا میگه زیرا که از ایام قدیم هیچ گوش شنیده، هیچ چشم هیچ وقت خدایی ندیده جز تو که به کسی که منتظر اوست عمل میکند. من فکر میکنم پولس هم همینطور از این آیه برداشته. میگه هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی ندیده چیزایی که خدا اینجا میگه عمل کرده و کسانی که منتظر او هستن، اونجاست که خدا شروع میکنه به عمل کردن. خدا تو رو آماده میکنه زمانی که منتظر او هستی، آماده میکنه که گوشت بشنوه و چشمات شروع کنه به دیدن او. آمین. آیا خبر خوش نیست؟ میدونم عزیزان، میدونم دردناکه، فقط راهی دیگه وجود نداره عزیزان. تا خداوند ما رو به اون تسلیم مطلق نرسونه نمیتونه خودش رو آشکار کنه. امروز صبح بود که یک پیامی هم گرفتم، میخواستم با شما در میون بذارم در مورد مزمور 118. مزمور 118 بابی هست که درست در وسط کل کتاب مقدس قرار داده. نمیدونم میدونستی یا نه. مزمور 117 پیش از آن کوتاه‌ترین باب کتاب مقدس هست. دو تا آیه داره. و مزمور 119 طولانی‌ترین باب کتاب مقدس هست. خیلی جالبه نه؟ میدونستین؟ باب مزمور 118 وسط کتاب مقدس است، یعنی اونجا قرار گرفته. و بعد از این میگه که ادامش سینا، در کتاب مقدس 594 تا باب قبل از مزمور 118 هست و 594 باب پس از مزمور 118 وجود دارد. اگه همون باب ها را جمع کنید، به جز مزمور 118 1188 تا باب خواهید داشت. خب الان میتونی بگی خب چه به دردی میخوره. فقط حتی این باب هایی که اینجا نوشته شده، هر چیزی که هست یه فکری از خداست، تصادفی اونجا ننوشته شده. یعنی زمانی که نگاه میکنی وسط، یعنی مرکز، یعنی مرکز، یعنی وسط کتاب مقدس یک آیه ای هست. و بعد از این میگه 1188 یا مزمور 118 آیه 8 آیه هست که درست در وسط کتاب مقدس قرار داده. وسط کتاب مقدس یک آیه هست. آیا ممکن است این آیه چی؟ مرکزی
حاوی پیامی مهمی برای ما باشه. و این چه آیه هست؟ به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن به انسان. اینو بردارین کتاب مقدس، یعنی وسط کتاب مقدس این نوشته شده، توکل به خداوند کردن، منتظر خدا شدن. انسان هیچ کمکی اونجا نمیتونه انجام بده. منظور این نیست که الان با هم دیگه مشورت نکنین، فقط امید ما فقط و فقط به خداوند باید باشه و همینطور هم منتظر خدا بتونیم بشیم. اون موقع هست که خدا تاریخ‌های ما رو راست خواهد گردانید. من فکر میکنم یه وقتی برای دعا بگذاریم. من الان نمیدونم در چه موقعیتش ما قرار گرفتیم، چه مشکلهایی هست که در زندگیش ماست، شاید تو فشارهایی هستین، شاید در واقعا همینطور یه فضایی آماده کرده، شاید برای میتونیم بگیم از این فضا میخواین یه جوری فرار کنین، زود مشکل زندگی شما زندگی خودتون درست کنین. نه، سعی نکنین در این قسمت شروع کنین فرار کردن و همیتون درست کردن. یاد بگیریم عزیزان که در این منتظر خدا شدن یک، میگم یک گنج بسیار بزرگ منتظر توست. یه چیزی هست که با چشم خودت، به گوش خودت نمیتونی، با زبان خودت نمیتونی توضیح بدی. یه چیزی فوق‌العاده عالی، پرشکوه، جلال منتظر توست. خود افشایی خدا. آمین. خوب میشه چشمانو ببندیم. یا خدا، من تشکر میکنیم از تو عیسی جان. مرسی که تو روح القدس تو اینجا هستی. و روح القدس تو که شخص سوم تثلیث هستی. خدا، من بعضی وقت ما یه دیدهای اشتباهی از تو داریم، فکر میکنیم تو فقط به ما قدرت میدی، به ما کمک میکنی، تسلی میدی و این چیزهایی هست که انجام میدی. فقط روح القدس کار تو اینه که برای ما فضاهایی درست کنی که خداوند بتونیم منجی خودمون رو ببینیم، فضایی آماده میکنی روح القدس که بتونیم با اون عیسی مسیح منجی ما، پادشاه ما، در روح و با روح آشنا بشیم. و مرسی خداوند که به ما این تحمل رو میدی، حتی در زمان سختی تشویق میکنی، زمانهای استراحتی به ما میدی که یه نفسی بکشیم، بعد از این دوباره دستای ما رو برمیداری و میری. مرسی از صبر تو. و بعضی وقت هم که جلوی تو داد میکشیم، گریه میکنیم، اشکایی از چشمون بیرون میاد، خداوند تو میفهمی و میبینی و میگه که ادامه بده. مرسی
حفظ خداوند برای یک مزامیرهای زیادی که به مدتی که اونجا فرزندان تو چه دردهایی میکشیدن، چقدر ناله میکردن، که تو از این چیزا به ما تسلی میدی. من نمیدونم عیسی ای روح القدس تو که خدایی هستی که مخصوصا در این زمانی که زندگی میکنی بیشتر میخوایی یک دید آسمونی به ما ببخشی، یک دید آسمونی ببخشی خداوند، که هر چیزی که قبل از این فکر میکردیم تصویرهایی از تو داشتیم، از تو، از محبت تو، از خدمت، همه چی محو بشه خداوند. و که کسی که رو در روح دیده خداوند نمیتونه دوباره برگرده. پس تو بیا روح القدس، تو کمک کن، یا کمک کنم به ما یاد بده خداوند منتظر تو بمانیم. تو گفتی انسان چی میتونه بکنه؟ حتی تسلی های انسان خداوند به درد نمیخوره اگه تو تسلی ندی. پس بیا روح القدس. بیا دعا میکنم کسانی که تو خونه هستن، کسانی که الان تو خودت یه فضایی آماده کردی خداوند، دعا میکنم همون حضور تو اونجا تسلی بده و بگه که منتظر من باش، خجل نخواهی شد، بر خدا امید دار، منتظر من باش، زیرا که او رو باز حمد خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است. مرسی خداوند، مرسی روح القدس، به ما کمک میکنی خداوند. مرسی که هفته گذشتم که موعظه رو کشیدیم از نسرین که خدای وفادار هستی، ترک نمی کنی، تا آخر با ما هستی. مرسی خداوند. و دعا میکنم خداوند این چیزایی که مکاشفهای چیزایی بخشیدی خداوند منتقل کنم خداوند به تک تک عزیزانی که اینجا هستن، کسانی که تو خونه هستن. خداوند تو خودت روح القدس همه مطلب رو باز کنی، تسلی بدی، بنا کنی، قدرت ببخشی برای صبر کردن، منتظر تو باشن خداوند. این دعا رو میکنیم با تشکر از تو خداوند، در نام تو عیسی مسیح، آمین و آمین.